به آخرین خبرهای رسیده درباره انتخابات عراق توجه فرمایید. باقر بیان جبر از ائتلاف حکیم گفت ما آرایی به دست خواهیم آورد که همه را شورپیریش خواهیم کرد و چه در داخل اتحاد ملی، چه در داخل اتحاد شیعیان و چه در کل کشور نقش خواهیم داشت. به افزود دولت آینده با ائتلاف ما و اهل سنت و کردها تشکیل می شود. خزیر خزایی معاون رئیس جمهور عراق در طعنه به مالکی گفت دموکراسی حکم می کند به هرچه از صندوقهای رای بیرون می آید رضایت بدهیم. شورای امنیت سازمان ملل با استقبال از انتخابات عراق که در موعد مقرر به طور مسالمت‌آمیز انجام شده از رهبران این کشور خواست هرچه سریعتر که ممکن باشد یک دولت تشکیل بدهند که خواست و حاکمیت مردم عراق را نمایندگی کند. تلویزیون بغداد گزارش داد عمر الحمیری استاندار سابق دیالی و از رهبران لیست دیالی هویت نا اعلام کرد در صدد مشارکت در درصد مشارکت در دیالی 55% بود و در برخی شهرهای دیالی تقلب صورت گرفته است. همچنین شماری از عناصر دستگاه‌های امنیتی مالکی در اعمال فشار بر رای دهندگان نقش منفی داشتند. در بخش ابی سیدا تقلب رخ داده است و شبه نظامیان در برابر برخی حوزه‌های رأی‌گیری برای ایجاد رعب و وحشت در میان رای دهندگان به شکل گسترده‌ای حضور پیدا کرده بودند. به گزارش تلویزیون بغداد، استان‌های نینوا، دیالی، انبار، بغداد و صلاح‌الدین شاهد موارد تخلفات انتخاباتی گسترده بود. تلویزیون بغداد در گزارش دیگری اعلام کرد بر اساس نتایج اولیه غیر رسمی لیست متحدون برای اصلاح در بغداد و 6 استان بپاخواسته جلوتر از سایر لیست هاست. در دیالی لیست دیالی هویتنا جلوتر از سایر لیست هاست. عرب کرکوک در تعدادی از مناطق استان جلوتر از سایر لیست هاست. ظافر علانی سخنگوی ائتلاف متحدون برای اصلاح: خبرهای اطمینان بخشی از نتایج اولیه آرا به دستمان رسیده که نشان می‌دهد به رغم تمامی موانع که در برابر رای دهندگان وجود داشت متحدون درصد خوبی از آرا را کسب کرده است. عمار حکیم تاکید کرد که لیست انتخاباتیش در اغلب استانهای فرات میانی و جنوبی در صدر قرار دارد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی از برگزاری انتخابات عراق منتشر کردند. CNN گفت در حالی که عراق درگیر بدترین خشونت‌های فرقه‌ای طی 5 سال اخیر است، رفتن به پای صندوق رأی مملو از خطر بود. شمار زیادی در نزدیک صندوق‌های رأی و تجمعات سیاسی کشته شدند. مالکی با رقابت سختی برای رسیدن به دور سوم نخست وزیری روبرو است. به دستور مالکی اعتراضات مسالمت‌آمیز سنی‌ها در فلوجه سرکوب شد. با اینکه عراق بالاترین تولیدات نفتش را طی سال‌های اخیر دارد، وضعیت خدمات در این کشور افتضاح است. آسوشیتد پرس گزارش داد مالکی گفت مطمئن است که برنده خواهد شد و به بقیه گروه‌ها گفت گذشته را پشت سر بگذارید و مرحله جدیدی را شروع کنید. اما خوشبینی مالکی مشکلی را از وضعیت عراق و خشونت‌های آن حل نمی‌کند. این کشور از هم پاشیده است. رژیم ایران با تمام قوا پشت مالکی است، اما کردها و نجیفی گفتند که با او ائتلاف نخواهند کرد. اسکاتسمن چاپ انگلستان نوشت در حالی که برخی حامیان مالکی او را به دیکتاتوری متهم می‌کنند، رژیم ایران گروه‌های شیعی را ترغیب می‌کند که پشت مالکی بروند. تمیز مالی در سرمقاله خود نوشت عراق به آینده‌ای بدون مالکی نیاز دارد و گاردین گزارش داد انتخابات مسئله ای از عراق حل نخواهد کرد. 2 سال بعد از رفتن آمریکایی‌ها دولت الانبار را از دست داده و سنی‌ها نیز مانند کردستان خواهان منطقه خود مختار هستند.
در فردای انتخابات عراق نوری مالکی مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی العراقی انجام داد که ناظران عرب آن را مصاحبه عصبی و حاکی از نگرانی مالکی از خبرها و اظهار نظرهای پس از انتخابات علیه خودش ارزیابی کردند. و در این مصاحبه تکرار کرد که در پی تشکیل دولت اکثریتی و نه ائتلافی است، ولی مصاحبه کننده از او پرسید با توجه به بحث هایی که در صحنه هست و با توجه به امکان شکلگیری ائتلاف ها چنانچه مشیت این بود که شما به دور سوم نرسید چه میگویید؟ مالکی پاسخ داد مگر انسان نخست وزیر به دنیا آمده و مگر کشور هیچ شغل دیگری نیاز ندارد؟ من یک کشاورز به دنیا آمدم، یا کارگر یا کاسب یا کارمند، و عراق در حال حاضر نیاز به هر تلاشی که کسی برایش انجام بدهد دارد. وی افزود من همیشه گفتم که در این مرحله وقت استراحت نیست، چرا که در چنین شرایطی چرا که در چنین وقتی راحتی حرام است. اما چنانچه انتخابات دیگری صورت گرفت دیگر بحث فرق می کند و من ناچار از قبول آن هستم. نوری مالکی در مورد آنچه که علیه او گفته می شود نیز اضافه کرد این چیزی که در بین مردم می بینید من نمی توانم مردم را سرزنش کنم یا خودم را نازل کنم. در عراق رویارویی با مشکلات زیاد است. من حجم اینها را می دانم که نیاز به تجربه و قدرت و اراده قوی دارد تا بتوان با مشکلات و ناملایمات مواجه شد. در این میان و در شرایطی که جناح رفسنجانی و روحانی آشکارا سرمایه گذاری روی مالکی را به زیان نظام می‌بینند، کیهان خامنه‌ای تمایل و تلاش ولی فقیه ارتجا برای تجدید نخست وزیری مالکی را برملا کرد و نوشت طبیعی است پیروزی جریان‌های نزدیک به ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی برای کشور ما که همسایه این کشور هم هستیم بهتر است تا پیروزی جریان‌های غرب‌گرا. باز هم طبیعی است که مسئولان کشورمان بایستی برای بهتر برگزار شدن این انتخابات هر آنچه در توان دارند به میان آورند که بر اساس خبرهای منتشر شده به خوبی از عهده این کار برآمده‌اند.